همه عزیزان اگر مایل هستن میتونن مزمور 81 رو باز کنن. نویسنده آساف هستش، رهبر پرستش، که اون رو اعلام ترنم نمایید برای خدایی که قوت ماست. آمین. برای خدای یعقوب آواز شادمانی دهید. سرود را بلند کنید و دف را بیاورید. آمین. و بربط دلنواز را با رقا. توجه کنید. آنچه را که داره میگه، شما الان میتونید بگید دفت من کجاست؟ دفت در قلب و ذهنته. تو دستت چی داری؟ توی وجودت تو دستت چی گرفتی؟ غم‌هاتو، نیازهاتو، مسئلهای دلت رو، رنجش‌ها رو، همه رو بذار زمین، کینه و نفرت رو بذار زمین و اجازه بده به قوت روح القدس برای او بخونی، برای او بسنی، با این شادی نزدیک سفره خداوند شو. هرگز 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 یک ایماندار با کینه و نفرت نزدیک سفره خداوند نمیتواند بشه. خلاص رسول میگه به جای برکت لعنت زندگی خواهد. پس توبه کن با قوت شادی بیا به روز خداوند. ترنا را بنوازید. آمین. در اول ماه، در ماه تمام و در روزهای عید ماه، زیرا که این فرضیه است در اسرائیل و حکمی از خدای یعقوب. زمانی که قوم اسرائیل از مصر بیرون اومدن، مریم که خواهر موسی و هارون بود، زنها را جمع کرده و برای شکرگزاری کلام خداوند میگه با شادی. آنطور که داره این کلام میگه، فقط یه چیز توتی باری نیست عزیزان. در برابر ما یک مذهبی نیستش که مانع شادی ما بشه. خیلی اتفاقا برعکس، کلام خداوند میگه با شادی باید در حضور خدا بیاییم، با رقص بیاییم، با سازهای خوش صدا بیاییم. شما ببینید وقتی بچه به دنیا میاد چند ماهشه، وقتی موزیک رو میشنوه خوش تکون میده، تا وقتی بچه خوش تکون میده چقدر بیشتر ما باید بوقه ساز که میشنن خودمون رو تکون بدیم. حالا وقتی در روح هستی، روح القدس هم میخواد تو برای خدا برقصی، شادی کنی، اما به توسط هدایت او. در خروج 15:20-21 اعلام میکنه و مریم نبیه چون نبی بود، خواهر هارون، دفع را به دست خود گرفت. دفع امیدت رو، دفع شادیت رو، دفع آرامشی که مسیح بهت داده تو دست خودت بگیر. تو دستت بگیر و بنواز. میگه به دست خود گرفته و همه زنان از عقب وی دفع‌ها گرفته و رقص کنان بیرون آمدن. پس مریم، که همون مریم هم میگن خیلی جواب، در جواب ایشان گفت خداوند را بسرایید، زیرا که با جلال مزفر شده است. اسب و سوارش، یعنی نقشه های شیطان، درست اسبای فرعون داشتن به دنبال این قوم میومدن، دریای سر که در برابرشون بود، میگه اسب و سوارش را به دریا انداخت. دفعتو به دستت، امیدتو به دستت، به یاد بیار کار مسیح رو روی صلیب به خاطر تو مرد و قیام کرد. اون زمان هستش که به راحتی میبینی تمام غم‌ها و رنج‌های تو بیرون میشه. من توی پرستش یه دست بزنم به شادی عزیزم و از مدت‌ها با ما بودن توی پرستش، با من شادی جان با شادی پرستش بودن. حتی خدا شد برای روحام عزیزم، زهره جان، برای گروه پرستش، روبن عزیزم. اما همیشه من خواستم گروه پرستش میباید با پوری روح القدس بیان اینجا پرستش کنن. اگر من همینجوری از سر کار زندگی بلند بشم سوء تفاهم نشه، بلند بشم بیام اینجا پرستش، شاید یه پرستش خوبی انجام میدم، نشون میدم خوب پرستش کردم، اما وقتی از این کلیسا میرم حواسم نیست، جنگ روحانیه، به زندگی من حمله میشه، به موقعیت کاریم حمله میشه، چون شیطان از من ناراحت که من خدا رو میپرستم و پرستش میکنم. پس باید جایگاه خودمون رو بدیم. گروه پرستش میباید نسبت به آنچه که میبینه آگاهی داشته باشه. لباس رسم تنته، لباس سربازی تو تنته، دشمنت بیرون وایستاده، چرا بدون اسلحه میری؟ به طور خاص گروه پرستش میباید کلام رو بشنون، در رشد ادبیات مسیحی رشد کنن، در امور پوری روح القدس نیز عمل کنن، با قوت روح القدس باید پرستش کنن. چون اگر گروه پرستش نتواند مردم رو آماده شنیدن کلام خدا بکنن، واعظ هر کسی که باشه هرگز اون کلام اون گونه که لازم هست به دلشون نخواهد نشست.
این مسئولیت گروه پرستشه، اما مسئولیت شما نیز این هست که اینجا دارید با گروه پرستش همراه میشید. شما باید برای گروه پرستش دعا کنید. بعد بخیر دارم پرستش باید دستتون رو بگیرید برای اینها دعا کنید، چون اینا ستون اول جبهه هستن، دارن میجنگن عزیزان. این رو من از خودم که نمیگم، از کلام خداست و تجربه تمام مردان و زنان هم داست. بفهمید این را شهادتی در یوسف تعیین فرمود، چون بر زمین مصر بیرون رفت، جایی که لغتی را که نفهمیده بودم شنیدم. دوش او را از بار سنگین آزاد ساختم. چون که اون زبان رو بلد نبودن، یعنی زبان مصری رو بلد نبودن، 400 سال اونجا بودن، تازه توی راه هم که میومدن همش قر میزدن با مصرایی، فقط قر زدن. برای همین مسیر زیر 40 روز و 40 سال طول کشید و همه هم نتوانستن وارد کنعان بشن. هوشیار باشید، به مسیح ایمان آوردی، هاللویا، اعتراف کردی که خداوند منه، نجات دهنده منه، تعمید گرفتی. خیلی خوبه، کلام خداوند اعلام میکنه هر کس با قلب خودش و به زبان خودش اعتراف کنه. زندگیت کجاست؟ کجا ایستادی؟ مسئولیت اصلی رو داری؟ کلیسات کجاست؟ خدمتت کجاست؟ عطای تو چیه؟ چه کار داریم میکنیم ما؟ نمیتونیم فقط بگیم ما که دین عوض نکردیم، ما تازه لامذهب شدیم. بابا مذهب کاری نداریم، قرار کنار خداوندت بیستیم. نمیتونی بگی سالی دو دفعه صدقه میدم کلیسا، سالی دو دفعه صدقه هم حالا من یه هدیه میدم، یه ده یک میدم. من خیلی کلام خداوند میگه ده یک میدیم. من اینجا میگم کسی پاشش بیاد کسی بندش بیاد. اهل شریعت نیستی؟ دوباره برای ده یک بده. به من نمیدی؟ به کلیسای مسیح میدی. دیروز با جوان 18 سالی داشتم صحبت میکنم، 18 سالش بود. بهش گفتم خب من خیلی دوست ندارم پوش کنم. گفت بله رسول، شما باعث میشید مردم بی‌برکت بشن. یه جوان 18 ساله من بود، زهره جانم اونجا. گفت وقتی که کشیش من به من گفت دهیه بده، من تو دلم خندیدم. گفت کشیشم به من گفت دهیه که چقدر میشه؟ گفت من گفتم مثلا 200 دلار. گفت ببین 200 دلار رو من بوده من میذارم که ولی مال خدا من دو بره، ولی ضرر دیدی من به تو میدم. گفت بردر از چندین برابر من دستم رسید. رفتم در حضور خدا توبه کردم. وقتی توبه کردم خدا با قلبم صحبت کرد. خوشا به حال آنهایی که بدون تجربه به من وقت کار بشه. با خدا که ما بیزنس نمیخواییم بکنیم، کلام خدا من داره این رو میگه. خیلی اصلا خدمت میکنم، به خاطر که خدمت میکنم میگم نه، خدمت ما ده یک نیست. خیلی عزیزان، خدمت شما ده یک نیست، کمک مالی به دیگران ده یک نیست، هدیه شما به دیگران ده یک نیست. ده یک فقط برای کلیسای مسیح هستش. اگر میدید خدا رو شد، اگر هم نمیدید خدا رو شد. شما میدونید در خدا مندتون. ما نمیتونیم بگیم عیسی مسیح رو قبول کردیم، پذیرفتیم، اینقدر شد. کاری نمیدید، فقط با هم یه بسید که بریم کلیسا و دعا کنیم، پرستش کنیم. خیلی همه یه پکیج کامله، چون مسیح با یه پکیج کامل قربانی ما شد. دستهای او، پاهای او سوراخ شد، تاج بر سرش گذاشتن، شلاق پشتش زدن و مرد، کاملا مرد. کلام خدا میگه او مرد و بعد از 3 روز قیام کرد. من چگونه بار بار یک ایماندار میتونم برای خدا سهمی رو بذارم؟ یا ایماندار مسیح باشیم و یا نباشیم. به طور خاص خدا با ایرانی ها کار داره. آنچرا که ملیت های دیگه متاسفانه فقط اسم مسیحیت رو به دوش کشیدن، خداوند میخواد از ایرانی ها استفاده کنه برای نجات قوم های دیگه که در خاورمیانه هستن و در شرارت و گناه هستن. این مسئولیتی که خدا به ایرانی ها داده، یک نمونه خداوند گذاشت و اون کوروش بزرگ بود. اگر خدا از کوروش استفاده کرده، چرا از من و شما نمیتونه استفاده کنه؟ حتما استفاده خواهد کرد. عزیزان، خودتو کم نبین در مسیح، به ایستری داره. فقط صحبت من ده یک نیست، خدمت هست، بشارت هست، وفاداری به کلیسای مسیح هست. توی زندگی نیست، خدا با تو هست. چرا خودتو ضعیف میبینی؟ اگر خدا که خالق من و تو هست به ما این قوت و توانایی درک درست مسیحیت رو داده، تو امور زندگی تو هم میتونه به تو کمک کنه. به او وفادار باش. او اعلام کرده تو را فقط برکت بودم. این پیام خدا رست از کلامش برای من. بله؟ دوش او را از بار سنگین آزاد ساختم
و دستهای او از سبد رها شد. در تنگی استفان مودی و تو را خلاصی دادم. در ستر رعد تو را اجابت کردم و تو را نزد آب مریبه امتحان نمودم. بعد آب مریبه جایی بود که قوم اسرائیل به شکایت آمدن. دیده بودن که خداوند چقدر اونها را کمک کرده. ما چقدر دیدیم خدا کمکمون کرده. چقدر شکر میکنیم برای اونها. تموم شد. به طور خاص مذهبی رو یه نظر میدن با خدا معامله میکنن. باز میرن سر قبلی آدم مرده. حالا اگر اون آدم باشه. اون امامزاده اگر آدم باشه چیز دیگه موجود دیگه نباشه. یه چیز میدازن اونجا میگن تموم شد. دوباره مشغول گناه ها. ما مسیحی ها اجازه ندارم چه میکنم. باید در راستی بیسیم. اگر برکت رو میخواییم بگیریم. زندگیمون رو حقیقتا تقدیس کنیم. پاک کنیم. عیسی مسیح لشکر چند نفر بودن؟ یکی من بگه لشکر عیسی مسیح چند نفر بوده؟ پس اون در 12 نفر یکم کال در اومد. شد 11 تا. مسیح هم دنبال لشکر نیست. آنانی که دنبال حقیقت هستن دنبال لشکر نیستن. من هم اینجا به دنبال لشکر نیستم. خادمی نه که کنار من هستم دنبال لشکر نیستم. به دنبال مردان و زنانی هستیم که کلام خداوند میگه باید آماده بشن سفینان نجات و رهایی بشن. پر از روح القدس باشن. پر از قوت باشن. با عطالیا بتوانند آنچه را که لازمه اراده خدا است تا انسان ها نجات پیدا کنند. فقط توی کلیسا با یه دست زدن با یه هاللویا حتی با یه پرستش نه، ادامه حیات ما باید تعریف درست از زندگی مسیحی ما باشه. جلال الدین میگه با اینکه خداوند کریم است و رحیم گندم ندهد با چون جو میکاریم. چی میکاریم؟ چی کاشتیم؟ در گذشته فرصت تقدس کن زندگی. زندگی پاک کن. میخوای به سفره خدا من نزدیک بشی. لحظه ای فکر کن. حتی عزیزان که روی اینستاگرام ما هستن، روی فیسبوک هستن، خود من همچنین، منم اشتباهات و منم گناهانی میکنم و کردم. قبل از که به سفره خدا من نزدیک بشم، از شروع میکنم از همسرم. ببینم با همسرم چه برخوردی داشتم. در حضور خدا توبه میکنم و در حضور او نیست. میرم پاسخش میکنم. بچه‌ام چه بوده؟ دوستم چه بوده؟ این بهترین روش هست. تقدیس کنیم و بچه ما میگه چقدر سبک شدی. اون بار برداشته شده، اون کلیه برداشته شده، حالا روح القدس به تو داده میشه. با قوت روح القدس از کلیسا میریم وارد زندگی میشه، توی جامعه میشه. چه شادی تو رو میگیره. این سلامتی حقیقیست که خداوند میخواد به ما بده. بله بفرمایید. ای قوم من بشنو و تو را تاکید میکنم. ای اسرائیل اگر به من گوش کنی، در میان تو خدای بین نباشد و نزد خدای بیگانه سجده منم. بارها عرض کردم امیدوارم به کسی برنگونه. بارها عرض کردم اگر زبان عربی هم دوست داری، منم زبان عربی رو دوست دارم که از زبانهای کامل هستش، روح کاملی داره. توی آنچرا که به عنوان خدای حقیقی اعلام میشه به زبان عربی رب، نه الله، به دنبال الله نره. الله باته. پس از ایشالله ماشالله زبان تو تقدیس کن لطفا. راحت شد. دوست عزیز گفت آخه نمیشه به از این نفر که تعریف میکنم ناخودآگاه باید بزنم به تخته. چون طرف رو فکر من ششش زدم. اون طرف هرچی میخواد فکر کنیم. تو چی فکر میکنی؟ تمام شد این دورا برای ما. در مسیح خلقت تازه است. تمام شد. آزاد شد. رها شد. سخته، عادته، بعضی از چیزا عادته. یه عزیزی 2 سال بود ایمان آورده بود تو کلیسا، اومد بلند بشه خود یه عادت که هر کن یا علی بهش خورده نمیگیدیم، نگرفتیم و خودش خدید گفت می عادته. اونها رو میفهمم، ولی سعی کنیم خودمون رو تقدیس کنیم. توکل به انسان نکن، ملعون میشیم. توکل ما فقط باید به یهوه خدای حقیقی و خدای زنده باشه و صدای اون رو بشنوید. امروز حتی اگر سخن من عوض میخوام کمی با تلخی هست لطفاً بشنوید، چرا که در اشعیا 48:18 میگه ای کاش که به عوامل من، یعنی سخنان من، گوش میدادن، گوش میدادی. به قوم داره میگه، قوم اسرائیل، آنگاه سلامتی تو یعنی آرامش، امنیت تو مثل نهر و عدالت تو یعنی رابطه من و من با تو مانند امواج دریا میبود. مدام در حضور خدا بودیم، مدام با خدا من این زندگی شاد و آرامش داشت.
مدام ایمان تو رو حمایت میکرد. یک روز خسته خاطر نبودی، یه روز شاد باشی، یه روز نمیترسیدی و یه روز پر از امید باشی. تمام روزها پر از امید و شادی هست وقتی رابطه با خدا داری. بله، من یهوه خدای تو هستم که تو رو از زمین مصر برآوردم. آمین. دهان خود رو نیکو باز کن و آن را پر خواهم ساخت. دهان خود رو نیکو باز کن، به یاد بیار که خداوندت برای تو چه کار کرده. اون زمان هست به هر نیاز، به هر حاجتی خداوند بهتره. کلام خداوند کلامی است که پر از امید و محبته، اما برای کسایی که محبت خدا رو به یاد میارن، برای کسایی که کار مسیح رو به یاد میارن. بله، لکن قوم من سخن من رو نشنیدند و اسرائیل من رو عبا بودند، پس ایشان رو به سختی دلشان ترک کردند که به مشورتهای خود سلوک نمودند. ای کاش که قوم من به من گوش می دادند. آمین. و اسرائیل در تنهایی من سالک می دادند. این آرزوی خدا بوده. میگه ای کاش شما عزیزانی که اینجا هستید با تمام دلتون اومدید روز استراحت روزش برای خدا، من خدا میخواد به تو برکت بده. آمین. این کاش این برکت الان بگیر تمام آنچه که تو رو خسته کرده رو بده من. اصلا به خاطر همین رفت بسرد ضعف جسمانی تو، نگرانی تو، آشفتگی تو، کینه، دلایلی هم داری، دلایل داری، همون هم بسید تو بسرد. بیا امتحانش کنیم، بیا امتحانش کنیم بس دوباره و بیا ببین و بچشم بازم که خدای تو خدای نیکوه، خدای عشق، خدای محبت هست. من تو رو به راحتی تحت پوشش روح مسیح میبخشه و به یاد میبرد گناه. بله، آگاه دشمنان ایشان رو به زودی به سیر میانداختند و دست خود رو بر خصمان ایشان برمیگردانیدند. آنانی که از خداوند نفرت دارند به دو گردن مینهادند، اما زمان ایشان باقی میبود تا ابدالآباد. ایشان رو به نیکوترین گردون می‌پرورند. آمین. که مسیح گفت من نان و حیات هستم. بهترین نان ما خود مسیحه، بهترین آب حیات ما نیز خود مسیح هستش که زندگی روحانی ما رو برکت میده. بله، و تو رو به عسل از صخره سیر می‌کردم. آمین. آمین. هللویا. خدا شکر.